Herzlich willkommen zu einer neuen deutsch-persischen Predigt. Wir haben heute Sonntag, den 24. Mai und sind immer noch in der Corona-Zeit mit Online-Gottesdiensten, mit Streaming-Gottesdiensten. Daher auch heute wieder dieser Gottesdienst auf Deutsch und Persisch nur per Streaming. روز بر شما روز همگیتون بخیر. امروز 24 مای هستش و ما همچنان در زمان کرونا هستیم. به همین دلیل مراسم پرستشی خودمون رو به شکل آنلاین و از طریق یوتیوب با شما به اشتراک در واقع میذاریم، در دسترس شما قرار میدیم و خیلی خوشحال هستیم که میتونیم یک موعظه دیگه، یک مراسم پرستشی دیگه رو در خدمت شما باشیم. Ich heiße Remo Mattis, bin einer der 5 Leiter der Rheinkirche Düsseldorf. Und neben mir sitzt wieder einmal hinter den Blumen Aschkan, der Bauingenieur studiert, Maschinenbauingenieur und heute wieder die schwierige Aufgabe übernommen hat, das komplizierte Deutsch in das genauso komplizierte Farsi zu übersetzen. همونطور که میدونید ریموند ماتیس امروز برای ما و یک بار دیگه موعظه میکنن. ایشون یکی از 5 رهبر کلیسای ما هستن و لطف دارن نسبت به بنده. من مترجم کلیسا هستم و محصل یا دانشجو هستم در رشته مهندسی مکانیک. Diese Blumen sind extra gewählt, um eine Schutzwand zwischen Aschkan und mir zu bilden, so dass wir keine Viren hin und her blasen. این گل‌ها همونطور که مشاهده می‌کنید به دلیل خیلی خاصی بین ما قرار دارن، علاوه بر اینکه زیبا هستن، به این دلیل بین ما هستن که بتونن یه حالت محافظی رو داشته باشن که ما ویروس نتونیم با هم دیگه تبادل بکنیم. Das sind übrigens Pfingstrosen, das ist der Name auf Deutsch. Und ihr wisst, nächsten Sonntag feiern wir das wichtige christliche Fest Pfingsten. Daher habe ich heute Pfingstrosen gewählt. این گل‌ها روزهای پنتیکاستی نام دارن، همونطور که از اسمشون پیدا هستش، میشه گفت که مخصوص مراسم پنتیکاست هستن که هفته آینده با هم دیگه جشن خواهیم گرفت. به همین دلیل، به همین علت، ریموند عزیز این گل‌ها رو برای امروز انتخاب کردن. Bevor wir richtig einsteigen in den Gottesdienst, in die Predigt, wollen wir noch zusammen beten und ich bitte wieder Aschkan, das für uns zu übernehmen. Ja. قبل از اینکه به صورت دقیق شروع بکنیم با موعظه امروزمون، میخوایم با هم دیگه دعا بکنیم. ای خدای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که یک بار دیگه این موقعیت رو داریم تا کلام تو رو بخونیم و گوش بدیم و بتونیم انتقال بدیم. ای خدای پدر آسمانی، از تو میطلبم به تک تک ما سلامتی و آرامش رو بدی و در ما حفظ بکنی. برای تو طلب برکت میکنم تا بتونیم به بهترین شکل ممکن کلام تو رو انتقال بدیم، بشنویم و دریافت بکنیم. آمین. آمین. Das Thema meiner heutigen Predigt wird sein: Wie redet Gott zu mir? اسم موضوع در واقع موعظه امروز ما این هستش: خداوند چگونه با من صحبت میکنه؟ Das ist ein wichtiges Thema, weil Gott ist ein lebendiger Gott, der gern mit uns spricht. این یک موضوع بسیار مهم هستش، چرا که خداوند یک خدای زنده هستش که دوست داره با بندگان خودش و با ماها صحبت بکنه. Aber wie macht er das? Wie können wir sicher sein, dass wenn wir etwas hören, es tatsächlich seine Stimme ist? اما چگونه خداوند این کار رو انجام میده؟ ما چجوری میتونیم مطمئن بشیم که اگر ما چیزی رو میشنویم یا دریافت میکنیم، این میتونه صدای خداوند باشه؟ Über diese Fragen wollen wir nachher miteinander nachdenken. راجع به این سوال با هم دیگه فکر خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد. Aber vorher wollen wir uns noch in die Gegenwart Gottes begeben mit einem wunderschönen Anbetungslied, was Niloufar für uns und mit uns jetzt singen wird. اما قبل از اینکه باز هم داخل بشیم به موضوع و کاملا شروع بکنیم، دوست داریم که یک سرود پرستشی رو که نیلوفر برامون آماده کرده اجرا بشه و بشنویم. Wir stellen uns vor, wir sitzen im Kreis in meinem Wohnzimmer als Hauskreis zum Beispiel und wollen Gott anbeten, wollen sein Wort lesen und auch zusammen singen. Und wir stellen uns vor, dass Niloufar in einem der Sofas sitzt und uns hilft, zusammen zu singen.
اینجوری تصور کنید یا اینجوری تصور میکنیم که توی یک هاوس کرایس یا یه دونه دوره همی کلیسایی دوره هم نشستیم، با هم دیگه صحبت میکنیم، موعظه‌ای خونده میشه، گفته میشه، بیان میشه و همچنین نیلوفر هم روی کاناپه نشسته و برای ما اون اتمسفر یا اون فضا رو آماده میکنه با سرودهای پرستشی که میخونه تا بتونیم به بهترین شکل ممکن ارتباط رو با خداوند برقرار بکنیم. Danke Niloufar, das war viel Arbeit und hat uns gut getan. Danke für den Beitrag. Wir werden dich nachher nach der Predigt nochmal hören und mit dir singen. از نیلوفر ممنونیم، تشکر میکنیم اینجا به خاطر اینکه باعث شدش که فضا بهتر بشه و بتونیم بهتر ارتباط برقرار بکنیم با خداوند و اینکه ما دوباره سراغ نیلوفر میاییم در پایان یه سرپرستشی دیگر رو باش داریم. Wir kommen zu unserem Thema, wie redet Gott zu mir? می‌رسیم به موضوع اصلی امروزمون و اون هم این هستش که خداوند چگونه با ما صحبت می‌کنه. Wie kann ich seine Stimme hören? چجوری می‌تونیم صدای خداوند رو بشنویم؟ Ich erzähle euch zunächst mal eine persönliche Geschichte.
در ابتدا براتون یک موضوع شخصی رو براتون تعریف میکنم که از تجربیاتشون هستش. Im Jahr 2003 habe ich ein Angebot bekommen aus den USA für einen sehr attraktiven Job im Land in der im Staat South Carolina. در سال 2003 ریموند عزیز یک پیشنهاد کاری رو از آمریکا دریافت کردش که یک پیشنهاد بسیار جذاب کاری بود و از ایالت ساوث کارولینا کارولینا از اونجا دریافت کردش. کارولین دو سود اف فرانسوی. این هم فرانسویش بودش. Und ausgerechnet in dieser Zeit war ich mit meinem Job in Deutschland ziemlich frustriert. در مجموع توی این زمان در سال 2003 ریمون عزیز در آلمان نسبت به شغلی که داشتش و نسبت به موقعیت کاری که داشتش یه مقدار مایوس و ناامید بود. So flog ich in die USA intensive und finale Gespräche mit den japanischen Inhabern der Firma zu führen. به همین دلیل ریمون به آمریکا سفر کرد تا بتونه به شکل عمیق‌تر و فشرده‌تر اون صحبت‌های پایانی رو با رئیس این شرکت که یک آقا یا خانم فکر می‌کنم آقای ژاپنی بودن بتونن پیش ببرن تا ببینن به کجا میرسه. Die Gespräche liefen ganz gut und es ging so weit, dass ich schon anfing mit meiner Frau Margaret an Häuser zu besichtigen, in welchen wir eventuell wohnen würden. تمام صحبت‌ها و صحبت‌های اولیه و چه می‌دونم مصاحبه‌ها و اینها همه چی خیلی خوب پیش رفت، خیلی راضی کننده بود، جوری که ریموند به همراه خانمشون مارگریت دنبال خونه در آمریکا بودن که بتونن در واقع خونه جدیدشون رو یا محل سکونت جدیدشون رو پیدا بکنن. Es war sehr aufregend und auch verlockend und ich war noch nicht zu alt dafür. Ich war knapp unter 50 in dieser Zeit. سنشون زیر 50 سال بوده در این دوره زمانی و این داستان، این ماجراها یک ماجراهای اغوا کننده و جذابی بوده براشون. Es war ein Job mit großer Verantwortung und richtig gut bezahlt. یک شغلی بوده که مسئولیت خیلی سنگین و زیادی روی دوششون میذاشته، در این حال هم درآمد خوبی داشته. Und auch die Region dort im Süden der USA war recht attraktiv. Sie hatte einen hohen Freizeitwert, viel Golf spielen, Fischen auf dem Meer und vieles so in der Natur. در نتیجه علاوه بر اون این قسمت جنوبی در آمریکا یک ایالتی بوده، یک محلی بوده که خیلی محله جالبی بوده به شکلی که افراد اونجا و در واقع تفریحاتی که اونا داشتن هم تفریحات خاصی بوده، خیلی گلف بازی میکردن، دریا وجود داشته که بتونن برای ماهیگیری یا حتی رودخانه برای ماهیگیری بتونن اونجا برن و در واقع اوقات فراغت خودشون رو خیلی خوب و جذاب بتونن بگذرونن. Nach einigen Tagen mit vielen Gesprächen und Abendessen und so weiter waren wir dann so weit, dass eine Entscheidung getroffen werden musste. بعد از چند شب، بعد از چند روز مذاکره و صحبت و غذا خوردن بین طرفین رسیدن به شب نهایی که باید تصمیم گیری اتفاق می افتاد و انجام می شد. Ich war an dem Punkt, wo ich den Sprung wagen musste oder auch nicht. به اون نقطه‌ای رسیده بودند که این نقطه عطف یا این نقطه پرش و جهش رو یا باید میپذیرفتن، دریافت میکردن، قبول میکردن و یا اینکه ازش رد میشدن و بهش نه میگفتن. Von Deutschland nach Amerika zu ziehen ist ein ganz großer Sprung. از آلمان به آمریکا رفتن، سفر کردن و کلن مهاجرت کردن یک جهش یا پرش خیلی عظیم و بزرگ است. Es bedeutete, unsere schon erwachsenen Kinder hier zu lassen, auch die Eltern in Frankreich und wir wären weit weg gewesen in den USA. این به این معنی بوده که میبایست فرزندانی که خودشون رو که دیگه بزرگ شده بودن، به قول خودمون از آب و گل در اومده بودن، رو باید تو آلمان رها میکردن، همچنین والدینشون رو که در فرانسه بودن باید رها میکردن و میرفتن به آمریکا، جایی که فاصلش دیگه خیلی زیاد میشد، دور میشدن خیلی. Und ihr könnt euch, denke ich, vorstellen, in der Nacht vor der Entscheidung konnten wir kaum schlafen. و میتونید که تصور بکنید، تصور بکنید که ما شب قبل از این تصمیم گیری خیلی سخت بود برامون خوابیدن و خیلی هم کم شاید خوابیدیم. Und Margaret hat viel gebetet, ich habe viel gebetet, Herr, sollen wir das jetzt wirklich tun?
در نتیجه مارگاریت عزیز خیلی دعا کرد، ریموند عزیز خیلی دعا کردش که ببینن که چجوری، آیا باید واقعا این کار رو انجام بدن یا نه. Was ist der richtige Weg? Was ist die richtige Entscheidung? تصمیم درست، راه درست چی هستش؟ Die Nacht war lang. شب طولانی گذشت. Am Morgen, als wir wach wurden, haben wir uns angeschaut und waren uns sofort zu 100% einig. Die Antwort war nein. روز بعد، صبح روز بعد که از خواب بیدار شدن، به همدیگه نگاه کردن و با همدیگه هم نظر و هم عقیده بودن که جوابشون نه است. Unabhängig voneinander hatte Gott mit jedem von uns gesprochen und uns ein paar Dinge gezeigt. بدون اتصال به همدیگه، بدون در واقع وابستگی به همدیگه، خداوند با هر کدوم از این دو عزیز به شکل جداگونه صحبت کرد و بهشون یه سری چیزهایی رو نشون داد. Und Gott hat mich daran erinnert, dass die Firma ganz am Anfang gewisse Versprechungen gemacht hat und gesagt hatte, wir werden das schon lösen. Und in Wirklichkeit hatten sie das nicht gelöst. ریموند عزیز یادآور شد به خودش، به خاطر آورد که در ابتدای این مذاکرات این شرکت یه سری قول و قرارهایی داده بود، یه سری وعده هایی داده بود که و گفته بود یه سری مشکلاتی رو قبل از اینکه کار اداری و قراردادی انجام بشه حل خواهد کرد، اما این کار رو نتونسته بود انجام بده، یعنی نکرده بود. Und Gott sagte mir also quasi, siehst du, sie haben dir am Anfang Versprechungen gemacht und haben sie nicht gehalten. Du kannst diesen Menschen nicht vertrauen und so einen großen Schritt zu machen, wenn sie nicht voll vertrauenswürdig sind. Der Herr خداوند به ریموند عزیز این رو نشون داد و بهش گفتش که تو نمیتونی با این شرکت کار بکنی و یک قدم به این بزرگی رو برداری، یک مهاجرت به این سختی و بزرگی رو، جابجایی به این سختی و بزرگی رو انجام بدی با شرکتی که اینها سر قول و قرار و وعده های اولیه خودشون نتونستن وایسن. Und Margaret hatte ganz ähnliche Gedanken in der Nacht. و مارگاریت عزیز هم توی تفکرات خودش، توی خواب هم دقیقا همین چیزها رو مد نظرش اومده بود و شنیده بود. So spricht Gott recht oft zu mir. خداوند اینگونه با من صحبت میکنه. Und ich denk auch zu vielen anderen Menschen. و فکر میکنم با خیلی از انسانهای دیگه هم به همین شکل است. Man betet, stellt Gott Fragen und zu seiner Zeit, zu gegebener Zeit schenkt Gott Gedanken, die sehr oft überraschend sind. آدم دعا میکنه، تفکر میکنه، تفکرات خودش رو به زبون میاره و در نهایت خداوند به شما یک سری تفکراتی رو وارد ذهنتون میکنه که متوجهش میشید و میفهمید که اینا از جانب خداوند هستن و جزئی از تفکرات شما و چیزهایی که تو ذهن شما بودن نیستن. Jetzt sind wir an sich voll in unserem Thema schon drin. همونطور که میبینید ما الان دیگه عمیقاً در موضوع خودمون وارد شدیم. Wenn ich bete, wie kann ich Gottes Stimme wahrnehmen? وقتی که من دعا میکنم چجوری میتونم صدای خداوند رو دریافت بکنم؟ Wie kann ich sicher sein, dass es seine Stimme ist und nicht die Stimme von mir selbst? چجوری میتونم مطمئن بشم که این صدا صدای خداوند هستش و نه صدایی که از درون من، از تفکرات من، از خود من برمیاد؟ Wie kann ich Gottes Stimme erkennen, ist die Frage. سوال در واقع این هستش که من چجوری میتونم صدای خداوند رو بشناسم. Das ist eine Frage, die uns viele Stunden lang beschäftigen könnte. این سوال یا این قبیل سوال ها سوالاتی هستن که میتونن ما رو ساعت ها مشغول خودشون بکنن. Denn unser Gott ist groß und sehr kreativ und sehr individuell mit jedem von uns. به خاطر اینکه خداوند با تک تک ما به صورت شخصی و فردی در ارتباط هستش و به همین طریق از راه‌های خلاقانه مختلف، از راه‌های متفاوتی با ما مراوده یا شاید بهتر بشه بگم گفتگو می‌کنه. Er kann auf unendlich vielen Arten und Weisen zu uns sprechen. خداوند با ما سخن میگه، صحبت می‌کنه به روش‌های متفاوت. Wir können ihn nicht in eine Schublade packen. ما نمیتونیم اینو بکنیمش تو کشو. این یه زبان مثالی ازش. همون منظور خودمونه که نمیتونیم بکنیم زیر فرش مثلا.
Wenn wir uns solche Fragen stellen, ist natürlich unser erster Reflex, was finden wir darüber in der Bibel? اولین واکنش ما نسبت به همچین سوال‌هایی یا همچین موضوعاتی این هستش که خب ما چی میتونیم توی انجیل راجبش پیدا بکنیم؟ Das ist unser Leitfaden. Zuerst immer in der Bibel suchen. این سرنخ ما هستش همیشه که ما بتونیم یه چیزی از این موضوع توی انجیل پیدا بکنیم. Und tatsächlich in der Bibel finden wir sehr viele Beispiele, wo Gott zu Menschen gesprochen hat. و خیلی جالبه که بدونید توی انجیل بسیار نقاطی و چیزهایی وجود داره که خداوند با انسان‌ها صحبت کرده و صحبت میکنه. Gott ist ein Gott, der spricht. Er hat auch das Universum durch sein Wort geschaffen. خداوند ما خدایی هستش که صحبت میکنه. همچنین جهان هستی رو توسط به زبون آوردن و کلامی تونستش خلق بکنه. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, lesen wir im ersten Kapitel der Bibel. به همین منظور در پیدایش باب 1 آیه 3 می‌بینیم که گفته میشه خدا گفت روشنایی باشد و روشن شد. Ich habe ein kleines Spielchen gemacht und habe in der Bibel gesucht, wie oft findet man die Worte der Herr sprach. یک بازی کوچیکی رو انجام دادن و ریموند و توی گوگل گشتن دنبال این که ببینن که اگر که راجع به یک لغتی بگردن ببینن چند بار توی بیبل میادش. وناخ زوستو؟ Ich habe nach den Worten gesucht, der Herr sprach. دقیقش رو بخوام بگم این بودش که خداوند یا آقا یا سرور خداوند صحبت میکنه یا میگه راجع به همچیزی جستجو کردم. Weil ich wusste, sehr oft steht das in der Bibel. Der Herr sprach dies und das zu dieser und oder der anderen Person. به خاطر اینکه میدونستش که ریموند که توی بیبل توی انجیل خیلی این اومده که خداوند این رو گفت خداوند اون رو گفت و از زبان خداوند صحبت هایی بیان شده. Ashkan, es war allerdings nicht mit Google, sondern bei vielen Online-Bibeln kann man auch nach Stichworten suchen. اشتباه من رو ببخشید بخاطر اینکه من گفتم تو گوگل جستجو کردن بلکه گوگل نبوده یه سری انجیل های آنلاین هستش که شما میتونید اون لغت کلیدی خودتون رو توی قسمت سرچش وارد بکنید بعد براتون تمام اون قسمت هایی از بیبل رو میاره که اون لغت خاص یا اون جمله خاص اونجا وجود داره. Wenn wir jetzt alle live zusammen sitzen würden, dann würde ich euch raten lassen, wie oft findet man das in der Lutherbibel zum Beispiel. اگر که همتون اینجا بودید و واقعا دور هم جمع شده بودیم میتونستم که بگم که حدس بزنید هر کدومتون یه عددی رو حدس بزنید که چند باری هم چیزی رو توی انجیل میشه پیدا کرد. به طور مثال چیزی که ایشون دنبالش گشتن در انجیلی بوده که نوشته شده یا در واقع ترجمه شده توسط لوتر بوده. Trotzdem, überlegt mal ganz kurz, wie viel, was meint ihr und legt euch fest auf eine Zahl. با این وجود یه فکری بکنید، یه حدس و تخمینی بزنید، فکر میکنید این عدد چقدر خواهد بود. Und ich gebe euch jetzt die Antwort. Es ist 736 mal. من الان بهتون جواب رو میدم. 736 بار در انجیل اومده که خداوند میگوید. Gott spricht sehr, sehr oft zu den Menschen in der Bibel. در انجیل می‌بینیم که خداوند خیلی به وفور با انسان‌ها صحبت می‌کنه. Und Gott ist heute noch derselbe wie in der Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde. و خداوند امروز هم دقیقاً همون خدایی هستش که در زمانی بوده که انجیل نوشته شده. Wir haben einen Gott, der gern zu seinen Geschöpfen spricht. ما خداوندی رو داریم که با کمال میل با مخلوقات خودش صحبت میکنه. Wenn du also zu Gott betest, kannst du ganz sicher sein, er ist nicht taub und er ist nicht stumm. وقتی که تو با خداوند صحبت میکنی میتونی مطمئن باشی که خداوند کر یا لال نیستش. تو رو میشنوه و جواب تو رو هم میده. Und es ist auch nicht so, dass nach der Schöpfung Gott auf Reise gegangen ist und hat seine Schöpfung allein gelassen. Nein, nein, er ist noch sehr präsent in seiner Schöpfung. و خداوند هم این گونه نیستش که بعد از خلقت خودش بعد از اینکه همه چیز رو به وجود آوردش حالا بره مسافرت بکنه. همیشه حضور داره، همیشه هستش و همیشه آماده هستش که ریاکشن یا واکنش نشون بده به اتفاقاتی که میافته.
Und seid sicher, Gott ignoriert die Gebete seiner Kinder nie. و مطمئن باشید که خداوند هیچ وقت دعاهای فرزندانش رو چیز نمی کنه، رد نمی کنه. Es gibt nur eine Situation, wo Gott nicht mehr viel spricht. فقط یک حالتی هستش که خداوند خیلی صحبت نمی کنه. Wenn Menschen ihm den Rücken kehren und kaum noch zu ihm beten, dann wird ziemlich still. زمانی که انسان‌ها یا فرزندان خداوند به خدا پشت بکنن و براش باهاش دعا نکنن و سخن نگن، اون وقتی که دیگه خداوند هم ساکت میشه. So war es in der Zeit der Kindheit von Samuel in der Bibel. این دقیقاً همانند زمانی بودش که در انجیل می‌خونیم راجع به داستانی به اسم پسری به اسم ساموئل یا ساموئیل. Genau, und im ersten Buch Samuel, Kapitel 3, Vers 1, lesen wir, dass es tatsächlich so war. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. در کتاب اول ساموئیل باب 3 آیه 1 میخونیم که نوشته شده کلام خداوند در آن روزها نادر بود و رؤیا غیر معمول. Aber du kannst ganz sicher sein, wenn du dich heute vertrauensvoll im Gebet zu Gott wendest, dann wird Gott dich ernst nehmen und hört dich. اما میتونی مطمئن باشی که امروز روز زمانی که تو با خداوند صحبت بکنی و دعا بکنی خداوند تو رو میشنوه و تو رو بدون پاسخ و بدون جواب نمیذاره. Wird auf ganz individuelle und persönliche Art und Weise und zu seiner Zeit antworten. دقیقاً زمانی که موقعش بشه خداوند با تو صحبت میکنه و جواب تو رو میده، جواب حرف یا دعای تو رو میده به شکلی که فردی و شخصی مخصوص و منحصر به فرد تو هستش، به اون شیوه خاص با تو صحبت میکنه. Ihr wisst ja, was Jesus einmal gesagt hat, Lukas 11, Vers 9 und 10. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. همونطور که میدونید در عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 11 آیه 9 و 10 این گونه به شما میگه. پس به شما میگویم بخواهید که به شما داده خواهد شد. بجویید که خواهید یافت. بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد به دست آورد و هر که بجوید یابد و هر که بکوبد در به رویش گشوده خواهد شد. Das war unser Punkt 1. Gott spricht zu den Menschen. Gott hört deren Gebete. این نقطه اول ما بود. خداوند میشنوه. خداوند میفهمه، درک میکنه گفته شما، دعای شما و خواسته شما. Als zweitens müssen wir einen kleinen Punkt noch feststellen. Die Bibel sagt uns sehr oft nicht, wie genau Gott zu Menschen gesprochen hat. حالا راجع به نقطه دوم یا شاید بهتر باشه نکته دوم بهتون بگم که خداوند ما میخوایم راجع به این صحبت بکنیم و ببینیم که حالا توی بیبل توی انجیل گفته نشده خداوند به چه شکلی با انسان‌ها صحبت میکنه و این ارتباط رو برقرار میکنه. In 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1 lesen wir: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. در اولین کتاب از موسی پیدایش باب 12 آیه 1 می‌خونیم که خداوند به ابرام گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. Das war in etwa so gravierend wie wenn ich seinerzeit von Deutschland nach Amerika gezogen wäre. این میتونست خیلی سخت باشه برای من زمانی که من میخواستم از آلمان رو ترک بکنم و از آلمان به آمریکا برم. Die Bibel sagt uns nicht, wie genau Gott zu Abraham gesprochen hat. انجیل به ما نمیگه که خداوند چگونه با ابرام صحبت کرد. Aber was klar ist, war ganz sicher, dass die Stimme Gottes gehört hatte. اما چیزی که اینجا مهم هستش و نقش مهمی رو بازی میکنه اینه که ابرام کاملا مطمئن بود که این صدا از جانب خداوند هستش.
Denn er hat sozusagen seine Koffer gepackt und ist mit allem, was er hatte, mit seiner ganzen Familie weggezogen vom Land, was seine Heimat war. به همین دلیل هستش که میتونیم بگیم که بند و بساتش رو یا چمدون خودش رو ابرام جمع کردش و با همه چیزهایی که داشت و با کل خانواده خودش جمع کردن و رفتن. Es ist so natürlich, dass Gott zu den Menschen spricht, dass die Bibel oft vergisst und zu sagen, was genau passiert ist. این یه چیز طبیعیه که خداوند با مخلوقات خودش با بندهای خودش صحبت میکنه و این هم خب پیش میادش که ما فراموش بشه برای گفته شدن این قضیه که چگونه این اتفاق افتاده این صحبت کردن چه شکلی بوده aber egal wichtig ist dass Gott spricht irgendwie مهم نیست تنها چیزی که مهم هستش اینه که خداوند با بندهای خودش صحبت میکنه aber Drittens, trotzdem, sehr oft sagt uns die Bibel auch, wie Gott gesprochen hat. اما سومین نکته که میخوایم بررسی بکنیم این هستش که خیلی پیش میادش که در انجیل گفته میشه این تجربه بیان میشه که خداوند صحبت کرده. In vielen Situationen wird uns ziemlich genau erklärt. در خیلی از شرایط های مختلف به ما گفته میشه که دقیقاً یا تقریباً دقیقاً چه شکلی این اتفاق افتاده. Wenn wir jetzt all diese Texte anschauen wollten, bräuchten wir sehr viel Zeit und es würde Nacht werden, bevor wir fertig wären. اگر که ما میخواستیم تمامی این جایگاه ها، تمامی این چیزهایی که توی بیبل گفته شده، توی انجیل بیان شده و راجع به این قضیه صحبت شده رو بخوایم بررسی بکنیم و بیان بکنیم، شب میشه و ما هنوز هم تموم نکردیم. Um eure Geduld nicht zu sehr zu strapazieren, schauen wir einfach ein paar Stellen in der Apostelgeschichte an. برای اینکه کاسه صبرتون لبریز نشه میریم سراغ اعمال رسولان و خودمون رو محدود میکنیم به اعمال رسولان و از اونجا چند تا آیه براتون میخونیم. Das hat den Vorteil, es ist im Neuen Testament und nicht im Alten, wo einiges immer ein bisschen anders ist. Also es ist fast unsere Zeit. فورتایل یا اون در واقع خوبی یا مزیتی که داره این هستش که توی عهد جدید هست اعمال رسولان و میتونیم بگیم پس در زمان ما هستش به خاطر اینکه با عهد قدیم کاری نداره که بخواد جور دیگه ای بیان بشه یا جور دیگه ای باشه شرایط Also lasst uns zusammen ein bisschen Bibelsurfing machen Habt ihr eure Bibel oder Neue Testament parat? Wenn ja, öffnet bei Apostelgeschichte. پس اجازه بدید که گردشگری خودمون رو در انجیل شروع بکنیم و اگر که بیبل خودتون رو انجیل خودتون رو همراهتون دارید و کنارتون دارید بازش بکنید و اعمال رسولان رو باز بکنید. Also wir starten mit dem Kapitel 9. ما با باب 9 از اعمال رسولان شروع می‌کنیم. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Herr, bin ich. Herr, der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, den siehe, er betet. در دمشق شاگردی هنانیا نام میزیست. خداوند در رویا بر او ظاهر شد و گفت ای هنانیا. پاسخ داد بله خداوند. خداوند به او گفت برخیز و به کوچه‌ای که راست نام دارد برو و در خانه یهودا سراغ سولوس تارسوسی را بگیر او به دعا مشغول است Also Jesus ist Hananias erschienen und hat mit lauter hörbarer Stimme zu ihm gesprochen در نتیجه عیسی مسیح ظاهر شد به هنانیا و با صدای قابل شنیدن باش صحبت کرد و این رو بهش گفت. So was ist heute noch möglich. همچین چیزی امروز هم قابل رخ دادن است. Es passiert nicht jeden Tag, aber es ist auch heute noch möglich. هر روز اتفاق نمیفته اما امروز هم همچین چیزی غیر قابل باور نیست. Eine weitere Gelegenheit, wo Gott sehr intensiv mit einer Person gesprochen hat, also mit Petrus, finden wir ein Kapitel weiter, im Kapitel 10, die Verse 9 bis 14.
Ich würde sagen, Ashkan, ich lese das jetzt nicht auf Deutsch, mach das direkt auf Farsi. جای دیگه ای از انجیل که میبینیم خداوند با یکی از مخلوقات خودش با یکی از بندگان خودش صحبت میکنه اون شخص پتروس هستش و در اعمال رسولان باب 10 آیه 9 تا 14 هستش که ریموند عزیز دیگه آلمانیش رو نمیخونه بلکه من مستقیما فارسیش رو براتون میخونم. روز بعد نزدیک ظهر چون در راه بودند و به شهر نزدیک میشدند پتروس به بام خانه رفت تا دعا کند. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد. چون خوراک را آماده می کردند به حالت خلسه فرو رفت. در آن حال دید که آسمان گشوده شده و چیزی همچون سفره بزرگ که از چهار گوشه آویخته شده است به سوی زمین فرود می آید و از انواع چارپایان و خزندگان و پرندگان پر است. آنگاه ندایی به او رسید که ای پتروس برخیز ذبح کن و بخور. پتروس گفت هاشا از من خداوندا زیرا هرگز به چیزی حرام یا نجس لب نزدم. Also Gott kann durch Visionen, Erscheinungen und hörbaren Stimmen sprechen. در نتیجه خداوند میتونه با تصویرهایی و صداهایی قابل شنیده شدن و قابل دیده شدن ارتباطش رو با بندگان خودش برقرار بکنه. In der Regel wenn wir lesen, der Herr sprach, dann ist es Jesus und es ist eine wahrnehmbare Stimme. وقتی که در انجیل ما با این لغت مواجه میشیم که der Herr sprach یا در واقع خداوند صحبت میکنه، اینجا ما میدونیم که یک صدایی هستش که به شکل واضح و کامل قابل شنیدن هستش. در اینجا این صدا عیسی مسیح هست. In anderen Situationen lesen wir, dass der Geist sprach, der Heilige Geist. Zum Beispiel ein bisschen weiter in diesem Kapitel 10, die Verse 19 und 20. قسمت های دیگه ای از انجیل وجود دارن که گفته میشه روح صحبت میکنه با انسان، با بندگان خداوند، که اون همون روح القدس هستش. همونطور که الان خواهیم دید در اعمال رسولان همون باب 10 آیه 19 و 20 این مورد رو خواهیم داشت. زرش دیگه فولیز؟ یا لیز دیگه فولیز؟ من خودم دوباره براتون میخونم بدون متن آلمانیش. پتروس هنوز به رویا میاندیشید که روح به او گفت بنگر سه تن تو را می جویند. برخیز و پایین برو و در رفتن با ایشان تردید مکن. زیرا آنها را من فرستادم. Hier haben wir so ein Beispiel, wo Gott im Inneren des Menschen durch den Heiligen Geist spricht. Innere Stimme, innere Impulse, ein bisschen wie was Margret und mir in den USA passiert ist. اینجا ما میبینیم که خداوند با یک صدای درونی، با یک ندای درونی، با یک نیرو، قدرت درونی با انسان صحبت میکنه و انسان اون رو میتونه درک بکنه و دریافت بکنه. تقریبا شبیه اتفاقی که برای مارگریت و ریموند عزیز در آمریکا افتاد. In anderen Situationen wird es klar, dass Gott Träume schenkt und Visionen. Ein Beispiel finden wir auch da wieder in Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 9. Es geht schon wieder um Paulus. جای دیگه ای که ما میتونیم یا شکل دیگه ای که ما میتونیم بررسیش بکنیم این هستش که خداوند در رویا یا بهتر بگیم در خواب با بندگان خودش صحبت میکنه. در اعمال رسولان یک بار دیگه خداوند با پاولوس این بار در ارتباط هستش. باب 16 آیه 9 رو براتون میخونم. شب هنگام پاولوس در رویا دید که مردی مقدونیه‌ای در برابرش ایستاده. به او التماس میکند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, wie Gott auf deine Gebete antworten kann. Er kann Personen zu dir schicken, die etwas für dich gehört haben. Gott spricht schon mal durch Propheten und durch Zeichen. Und wir finden ein Beispiel im Kapitel 21 der Apostelgeschichte. یکی از شیوه های دیگه این هستش که خداوند از طریق یک شخص سومی با تو صحبت میکنه، به این شکل که یک شخصی رو که راجع به تو شنیده یا راجع به تو میدونه رو سر راهت میفرسته و سراغت میفرسته و اون شخص پیام خداوند رو به تو انتقال میده، همانند پیامبران. ما براتون میخونیم از اعمال رسولان 21 11 و آیه 11 و 12، جایی که گفته میشه پس از آن چند روزی که آنجا بودیم نبیی آگابوس نام از یهودیه رسید.
او نزد ما آمد و کمربند پاولوس را گرفته، دست ها و پاهای خیش را با آن بست و گفت: روح القدس میگوید یهودیان اورشلیم صاحب این کمربند را بدین گونه خواهند بست و به دست غیر یهودیان خواهند سپرد. Also ein Beispiel, wo Gott zeichenhaft durch einen Propheten gesprochen hat. در نتیجه جایی که خداوند با یه سری مثال نشونه توسط یک پیام آور یا پیامبر با بندگانش صحبت میکنه یا با پاولوس صحبت میکنه اینجا. Es kann also passieren, dass du betest, du stellst Gott Fragen und Gott gibt die Antworten einem anderen Menschen. این ممکنه اتفاق بیفته که شما دعا میکنید، شما با خداوند صحبت میکنید و جواب شما رو خداوند به یک شخص سوم یا یک شخص دیگری میده که اون به شما این پیام رو برسونه. Und der hat dann die Aufgabe, dir das mitzuteilen. و این شخص سوم این وظیفه رو بر عهده داره که این پیام رو به شما انتقال بده. Also in der Apostelgeschichte gibt's viele Träume und Visionen und Erscheinungen von Engel und vor allem von Jesus. در نتیجه در اعمال رسولان ما قسمت‌های مختلفی رو می‌بینیم که تصویرهایی دیده میشه، صداهایی شنیده میشه، رویاها یا خوابهایی دیده میشه که خداوند با بندگان خودش صحبت میکنه. Und jetzt ist es wieder schade, dass wir nicht im selben Raum sitzen, denn sonst hätte ich euch gern die Frage gestellt, als ihr noch im Iran wart, aber auch jetzt, wie habt ihr das erlebt, als ihr Gott Fragen gestellt habt? Habt ihr auch Träume gehabt? Ich weiß, dass einige von euch sowas wie Visionen hatten, aber leider könnt ihr mir das jetzt nicht erzählen, aber ich weiß, dass das der Fall wäre. خیلی حیفه که ما الان توی اتاق با هم دیگه نیستیم، توی یک مجموعه با هم دیگه نیستیم، در کنار هم نیستیم. و یعنی ریموند عزیز خیلی دوست داشتین سوال از شما بپرسه که آیا همچین اتفاقی برای شما افتاده؟ 100% این رو میتونه تصور بکنه که برای شما هم این اتفاق افتاده که تصویر رو ببینید، صدایی رو بشنوید و یا در خواب خوابی رو ببینید که خداوند از اون طریق سعی داشته با شما صحبتی بکنه و پیامی و یا به دعای شما، به حرف شما، به سوال شما پاسخی بده و این اتفاق افتاده باشه دوستش که بشنوه. In vielen Ländern und darunter auch den Iran ist es ja verboten eine Bibel zu haben, es ist verboten eine Predigt zu hören und dann findet Gott, findet Jesus andere Mittel und er nutzt oft Träume. در کشورهایی همچون ایران خودمون میدونیم که داشتن انجیل ممنوعه یا برگزاری مراسم‌های پرستشی برای غیر مسیحیان ممنوع هستش. در نتیجه خداوند از طریق عیسی مسیح و روح القدس راه‌های مختلفی رو به شکل شخصی و فردی برای هر شخص در نظر میگیره تا با این شخص ارتباط برقرار بکنه و باهاش صحبت بکنه. Die Regierungen können noch so streng Jesus verbieten wollen. Man kann Jesus nicht verbieten. حکومت‌های متفاوت و مختلف میتونن عیسی مسیح رو ممنوع بکنن، اما در واقعیت اینجوری هستش که عیسی مسیح رو نمیتونن ممنوع بکنن و ارتباطش رو با بندگان نمیتونن قطع بکنن. Und so offenbart er sich recht oft zu Muslimen in Träumen. در نتیجه عیسی مسیح خداوند خیلی اغلب دیده میشه که به شکل رویا یا در خواب به مسلمانان وارد میشه و پیام خودش رو میرسونه. Es gibt zwei spannende Bücher von Open Doors und dem Brunnen Verlag, die von solchen Träumen erzählen. دو تا کتاب خیلی جذاب و جالب وجود داره از مؤسسه Open Door که مال مسیحیان تحت تعقیب هستش. Der Titel dieses Buchs hier, این یکی از کتاب هاست. Träume und Visionen, wie Muslime heute Jesus erfahren. با این عنوان که رویاها و تصاویر چگونه یا به چگونگی که مسلمانان امروز عیسی مسیح رو میتونن تجربه بکنن، اسم این کتاب است. Der Titel eines anderen Buches auch mit diesem Thema lautet Im Angesicht des Todes. کتاب دیگه‌ای که مشاهده می‌کنید در تصویر کتابی هستش تصویر مرگ، کتابی هستش که در این باره دوباره به چاپ رسیده. Untertitel Der Mut verfolgte Christen im Nahen Osten. و یه چیز پایینش هم داره، یه دونه موضوع دیگه هم پایینش داره که راجع به شجاعت صحبت میشه. Die meisten dieser Bücher kann man als Papierbücher kaufen oder auch als E-Books.
Ich lese gern nachts und deswegen sind viele Bücher, die ich lese, auch auf diesem kleinen Gerät. این کتاب ها تقریبا همشون قابل خریداری کردن و تهیه کردن هستن، چه به صورت کاغذی چه به صورت ای بوک یا کتاب های الکترونیکی، که در اساس حسن ریموند عزیز میگه که به خاطر اینکه شب ها بیشتر کتاب میخونه، برای اینکه نیازی به نور نداشته باشه، با این دستگاه کوچیک که مثل آیپد میمونه، مثل آیپد خودش نیستش، میتونن کتاب مطالعه بکنن. Wenn das Ding von Amazon ist, dann heißt das Kindle, das ist, was ich benutze. اگر که شما این رو از آمازون مثلا بخواید بخرید، چیزی هستش که ریموند عزیز هم داره، اسمش هست کیندل، K-I-N-D-L-E. Ich kriege jetzt kein Geld dafür, leider. این تبلیغ نبودش، هیچ پولی بابتش دریافت نمی کنم متاسفانه. Und um euch ein Gefühl zu geben, wie diese Geschichten sind, habe ich euch einen kleinen Extrakt aus dem Buch in diesem Buch herausgesucht. برای اینکه بهتون یه قسمتیش رو براتون بخونن، برای اینکه اون حس رو پیدا بکنید که این کتاب ها چه شکلی نوشته شدن یا چی درونشون هستش، از این کتابی که توی این ای بوک وجود داشتش میخوان براتون یه تیکه رو خارج کردن که بخونن. Am besten, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, Ashkan, erzählst du direkt die Geschichte auf Farsi. برای اینکه یکم زمان رو بخریم، من خودم آلمانیش رو برای خودم میخونم و ترجمهش رو برای شما فارسی انجام میدم. Wenn du fertig bist, mach's so, dass ich wieder wach werde. Alles klar. میگن که هر وقت من تموم شدم، دستمو تکون بدم که بیدار شن. با یک صدای کوچیک مثل تق، کاسه سرامیکی رو خانم هانیا روی زمین قرار میده و به مادرش نگاه میکنه. میگه که مامان، من یک خواب دیدم، یک رویا دیدم. اون تقریبا کل شب رو طول کشید. مادرش بدون حرکت سر جاش موند و دنبال یک لغت درست میگشت. درش دخترش گفتش که یک مرد در ردای سفید رنگ، در لباس سفید رنگ به من گفتش که ما در امنیت هستیم و اون مرد از ما محافظت و نگهداری میکنه. تأمل کرد، یکم به کاسه نگاه کرد مادر، بعد دوباره به دخترش، اسم دخترش دوری هست، به دوری نگاه کرد. اون گفتش که اسمش عیسی هست. دوری نون تخت یا مثل نون تافتون رو که در واقع در دستش داشت به روغن زیتون زد و بعد از اون داخل یه دونه پوره فرو کرد یا غذای بچه. بعد از دخترش هانیا میپرسه که دیگه چی گفت. هانیا خوشحال بود از اینکه مادرش حضور داره و ریاکشن نشون میده نسبت به این داستان، نسبت به این قضیه که پیش اومده و علاقه داره. میگه که این واقعا خیلی عجیب بود. اون به من گفتش که اون منو دوست داره. مامان، من یه جورایی این حس رو دارم که این واقعیه، این الکی نمیتونه باشه. من میتونستم این رو از چشمان اون بخونم. دوری یا مادره در واقع این رو حس کرد، یه جوری که انگار، حالا تو این کتاب گفته شده، انگار که رگباری روی پشت خودش، روی کمر خودش میباریده یا جریان داشته. خشک شد و گفتش که عزیزم، دقیقاً همین خواب رو من هم دیدم. زنده‌اش. Es ist die Geschichte von zwei syrischen Flüchtlingen, eine Mutter Dori und die Tochter Hanya, die wegen dem Krieg und der Verfolgung in Syrien nach Jordanien als Flüchtlinge gehen mussten. این داستان راجع به دو خانوم هستش، یعنی یک مادر دختر سوریایی هستش به نام هانیا، اسم دختره، و دوری اسم مادر هستش، که بعد از جنگ و تحت تعقیب قرار گرفتن پناهنده شدن به اردن. Ich weiß, dass viele von euch die Bibel noch nicht sehr gut kennen. میدونم که خیلی از شماها هنوز به انجیل آشنایی کامل و خوبی ندارید. So dass Jesus nicht die Möglichkeit hat, noch durch die Bibel zu euch leicht zu sprechen. در نتیجه عیسی مسیح این موقعیت و یا این امکان رو نداره که بتونه توسط انجیل با شما ارتباط بگیره. Deswegen würde es nicht wundern, wenn er weiter über Träume und andere übernatürliche Methoden mit euch sprechen würde.
در نتیجه قابل تعجب نیست، جای تعجب نداره که عیسی مسیح با شما همچنان با رویاها یا تصویرها یا شنیدن صداها یا این گونه اتفاقات جذاب بخواد ارتباط بگیره. Also das war Punkt 3. Wir dürfen damit rechnen, dass Gott auch über Träume und viele andere übernatürliche Wege mit uns spricht und unsere Gebete beantwortet. این نقطه یا نکته سوم بودش که خداوند در رویاها، در خوابها ظاهر میشه و با ما صحبت میکنه و جواب دعاها، سخنها و سوالهای ما رو میده. Und wir kommen jetzt aber zum Punkt 4. Trotzdem in heutiger Zeit in Deutschland ist Gottes Reden meistens nicht so spektakulär. نقطه یا نقطه چهارم این هستش که با این وجود در زندگی روزمره امروزه در آلمان سخن خداوند، حرف خداوند دیگه اونقدر جذابیت بصری شاید بگیم یا جذابیت تماشاگر پسند نداره. Trotzdem brauchen wir natürlich immer noch Orientierung bei Entscheidungen. Wir brauchen Antworten, wir brauchen Führung und wir beten. با این وجود با همه اینها ما میدونیم که ما نیازمند جهتیابی از جانب خداوند هستیم، نیازمند هدایت و حمایت از جانب خداوند هستیم و به خاطر همین همچنان دعا میکنیم و خداوند هم جواب ما رو میده. Wir beten und wir stellen Jesus all diese Fragen und wir warten. ما دعا میکنیم و از عیسی مسیح سوال میپرسیم و صبر میکنیم تا پاسخش رو بگیریم. Und meistens kommt kein Engel, auch keine Vision, keine Entzückung wie in der Apostelgeschichte. در نتیجه به شکل اکثریت بخوایم بگیم این هستش که هیچ فرشته‌ای بر ما ظاهر نمیشه یا هیچ تصویری نمیبینیم و اتفاقاتی از این دست که در اعمال رسولان رخ داده رو ما نخواهیم داشت. به همین دلیله که میگن اون جذابیت رو نداره. Heißt es, dass Gott also nicht mehr antwortet? آیا این به این معنیه که خداوند دیگه پاسخ ما رو نمیده؟ Natürlich nicht. Gott antwortet doch. طبیعتا نه، خداوند همچنان به ما پاسخ میده. Aber oft ganz leise und trotzdem deutlich. اما اکثرا خیلی یواش با صدای پایین اما کاملا قابل درک و فهم. Wie es Margaret und mir 2003 in den USA passiert ist. Gott hat uns Gedanken geschenkt in unserem Inneren. همونطور که سال 2003 برای ریموند عزیز و مارگریت عزیز این اتفاق افتاد در آمریکا، خداوند بهشون تفکرات یکسانی رو داد. Gott hat uns nicht allein gelassen mit dieser schwierigen Entscheidung. Hat geantwortet. خداوند اونا رو تنها نذاشتش توی این شرایط سخت در آمریکا، بلکه بهشون کمک کرد و جواب داد به دعاهاشون. Und hier kommt jetzt ganz etwas ganz wichtiges. یه چیز خیلی مهم الان میاد. Wäre ich allein gewesen, dann wäre es recht schwierig gewesen. اگر که ریموند اونجا تنها بود یه کمی سخت میشد. Dann wäre es schwer gewesen, ganz sicher zu werden. سخت میشد برای اینکه بخواد مطمئن بشه. Habe ich Gottes Stimme wirklich gehört? War das Gottes Stimme? آیا من واقعا صدای خدا رو شنیدم؟ آیا واقعا اصلا این صدا صدای خداوند بود؟ Oder sind es meine eigene Gedanken und Wünsche oder meine Ängste, die zu mir sprechen? یا اینکه اینا تفکرات من، صدای درونی من بود یا مثلا این ترس‌های من بودش که من شنیدم؟ Es war enorm hilfreich in dieser Situation nicht allein zu sein. شدیداً کمک رسان بود این شرایط که در واقع ریمون عزیز اونجا تنها نبود. Das wahre Wunder war dann, dass Gott uns beiden, Margaret und mir, dieselben Gedanken geschenkt hat. اون چیز تحسین برانگیز یا معجزه آسا این بودش که خداوند دقیقاً به ریمون و مارگاریت دقیقاً تفکر یکسان و شبیه به همی رو داد. Das gab mir, das gab uns große Sicherheit. این به ایشون یعنی به ریموند و به جفتشون در واقع این امنیت خاطر رو دادش که این از جانب خداوند است. Und so konnte ich beim Abschlusstreffen mit den Leitern der Firma ein sicheres und klares Nein sagen. Und ich war dabei voll im Frieden. در نتیجه میتونستن در نهایت بعد از اینکه تصمیمشون رو گرفتن یک نه واضح و محکم رو به صاحب اون شرکت بدن و کاملا با تصمیمشون هم راضی بودن و راحت بودن، خوشحال بودن. In diesem Beispiel liegt ein enorm wichtiger biblischer Schlüssel für unser Hören auf Gottes Stimme.
توی این قسمت یک کلید، میشه بگیم کلید طلایی وجود داره برای اینکه بتونیم امتحان بکنیم برای شنیدن صدای خداوند. Gott selber hat die Gemeinschaft in der Gemeinde, seine Familie erfunden. خداوند خودش خواست که یک اجتماعی در کلیسا در انجمنی دور هم جمع بشن و حضور داشته باشن. Gott hat uns nicht als Christen allein gelassen. Er hat uns Schwestern und Brüder gegeben, die mit uns helfen, mit uns auf Gott hören können und uns helfen können, seine Stimme zu erkennen. خداوند به ما برادران و خواهرانی رو دادش که ما بتونیم مطمئن بشیم از طریق اونها، از ارتباط برقرار کردن و صحبت کردن با اونها مطمئن بشیم که این صدایی که ما شنیدیم، این چیزی که ما دریافت کردیم، از جانب خداوند هستش. Ein Verb ist hier ganz wichtig, das Verb prüfen. یک فعل اینجا فعل خیلی مهمی هستش به اسم امتحان کردن، که ما بتونیم مطمئن بشیم، امتحان بکنیم اون رو که این از جانب خداوند هستش. Wenn ich meine etwas von Gott gehört zu haben, für mich oder für andere Menschen, muss das durch die Gemeinschaft geprüft werden. اگر که من بر این باور هستم یا یک کسی دیگه بر این باور هستش که صدای خداوند رو شنیده، این حرف، این اتفاق باید توسط دیگران که در کلیسا هستن و در این انجمن حضور دارن مورد ارزیابی و مورد امتحان قرار بگیره. Wir finden dieses Prinzip sehr klar im ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 14, Vers 29. این قاعده رو ما در نامه اول قرنتیان باب 14 آیه 29 میتونیم ببینیم. Und wie steht es mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen, jetzt in einem Gottesdienst zum Beispiel. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen oder prüfen. و از انبیا دو یا سه تن نبوت کنند و دیگران گفتار آنها را بسنجند. این که دو یا سه نفر نبوت کنند و دیگران گفتار آنها را بسنجند، این سنجیدن، این امتحان کردنه. Es ist also dieses Prinzip des Prüfens in der Gemeinschaft des Gläubigen, von welchem die Rede ist hier. این قاعده ای هستش، قانونی هستش که برای سنجیدن یا برای امتحان کردن یک همچین دریافتی از جانب خداوند توی یک اجتماع یا یک کلیسا اتفاق میتونه بیفته. Niemand darf daher kommen und sagen, ich habe das von Gott gehört und ich bin zu 100% sicher und keine Diskussion. هیچ کس اجازه نداره بیاد بگه که من اینو از جانب خداوند شنیدم، 100% مطمئنم، هیچ بحثی هم نیست. Diese Möglichkeit, diese Pflicht, würde ich fast sagen, zu prüfen, ist wunderbar, weil es hilft auch unerfahrene Christen, sich trotzdem auf das Abenteuer, Gottes Stimme zu hören, einzulassen. In موقعیت که آدم بتونه این رو بسنجه یا حتی این اجبار برای این که آدم بتونه این رو بسنجه که آیا این سخن، این تصویر یا این رویا از جانب خداوند بوده یا نه، به نظرم خیلی چیز خوبیه، به خاطر اینکه همچنین میتونن عزیزانی که تازه ایمان هستن هم این رو، چیزی که دریافت کردن رو بیارن و با اعضای کلیسا در میون بذارن، راجعش صحبت بکنن و مطمئن بشن که واقعا این از جانب خداوند بوده. Jeder Christ darf wissen, er ist nicht allein beim Hören. هر مسیحی اجازه داره این رو بدونه که توی شنیدن تنها نیست. Er kann Geschwister bitten, mitzubeten, mitzuhören, mitzutragen, mitzubeurteilen, mit nachzudenken. اون میتونه از خواهر برادرای خودش توی کلیسا بخواد که اونها هم باهاش بشنون، باهاش بسنجن، باهاش فکر بکنن، باهاش ببینن و غیره. Wenn es darum geht, ob die Hülle deines neuen Handys grün oder pink sein soll, das kannst du ganz allein entscheiden. اینکه آیا قاب گوشی جدید تو قرمز باشه، بخش صورتی باشه یا سبز باشه، اینو میتونی تنهایی تصمیم بگیری. Aber wenn es die Entscheidung ist zwischen einem 300 Euro Handy oder einem 1200 Euro Handy, da kann es sich schon lohnen,
andere Geschwister mitzufragen. اما این خیلی خوبه که اگر شما بخوای یه دونه موبایلی رو بخری که 300 یورو یا یه دونه موبایلی رو بخری که 1200 یورو و بین اینا میخوای تصمیم بگیری، شاید خوب باشه که از بقیه خواهر برادرات بخوای راهنماییت بکنن و بهت کمک بکنن. Je wichtiger die Frage ist, desto mehr musst du sicherstellen, dass du auch Christen mit an Boot ziehst, die erfahren sind, die die Bibel sehr gut kennen, die schon lange Christen sind, die Erfahrung haben. هرچه این سؤاله جدیتر و یا بزرگتر باشه یا موضوعه یه مقداری سنگینتر یا وزندارتر باشه، بهتره که تو این رو در جریان بذاری، بقیه خواهر برادرات رو از کلیسا و باهاشون به اشتراک بذاری تا اونها هم که مسیحیان با تجربه هستن بتونن تو رو راهنمایی بکنن در این راه و بهت یه سری پند و نصیحتایی رو بکنن. Weil eine der ersten Sachen, die man tun muss, ist zu gucken, was ich gehört habe, passt das zusammen mit der Gesamtaussage der Bibel? به خاطر اینکه یه چیز خیلی مهمی که مورد بررسی و سنجش باید قرار بگیره این هستش که آیا این چیزی که داره تعریف میشه با کلیت انجیل مغایرت نداشته باشه، آیا هماهنگن با هم، میخوره به هم؟ Ist es kompatibel mit dem großen Gesetz der Nächstenliebe, das Jesus uns gegeben hat? این نباید مغایرتی داشته باشه نسبت به این که بزرگترین و بزرگترین چیزی که توی قانونی که توی بیبل از جانب عیسی مسیح گفته شده، اونم این که دیگری رو همونطوری دوست داشته باش که من تو رو دوست دارم، هیچ مغایرتی نباید داشته باشه. So hätte zum Beispiel spontaner Gedanke Gott mir sagen können, du willst jetzt nach Amerika ziehen, aber deine Eltern, die du ehren sollst und auch schon um die 75 Jahre alt sind, die sind dann ganz weit weg. Wie willst du dich dann um sie kümmern? تفکری که همین الان به یک باره ریموند عزیز براشون اومدش و میخواد که بهتون بگه، مثلا میتونستن اینجوری باشه که خداوند به ریموند برگره بگه که تو میخوای بری آمریکا مهاجرت بکنی اونجا و این همه میخوای دور باشی از پدر و مادر خودت که دوست داری همیشه در کنارشون باشی، بهشون برسی و اونها 75 سالشونه مثلا حدودن، چجوری میخوای مراقبشون باشی و حواست بهشون باشه؟ Und nebenbei noch zum Schluss, falls du dich dir Sorgen machst, ob die Antwort, die du meinst gehört zu haben, vielleicht gar von Satan eingeflüstert wurde, dann kannst du sicher sein, dass die prüfenden Geschwister, besonders die Erfahrenen, das ganz leicht erkennen werden, ob das jetzt von die Stimme von Satan war oder nicht. به صورت خاص اگر که شما بخواید مطمئن بشی که آیا اصلا این صدایی که شما شنیدی، این چیزی که شما دریافت کردی از طرف خداوند هستش یا از طرف شیطان هستش، این موضوع رو میای با مسیحیان دیگر در کلیسا در ارتباط میذاری، در به اشتراک میذاری، مخصوصا کسانی که مسیحیانی که تجربه بیشتری دارن وقت میتونن در این رابطه به تو کمک بکنن که بسنجی ببینی این حرف از شیطان هست یا نه. Und ich bin mir sowieso ziemlich sicher, dass Satan keinen Zugang hat zu Christen, die sich gerade vertrauensvoll an Jesus im Gebet wenden. و من به شکل بسیار بسیار زیاد مطمئن هستم که شیطان هیچ راه ورودی به مسیحیانی نداره که زندگی خودشون رو در دستان عیسی مسیح قرار دادن و ایمان خودشون رو 100% به ایمان مسیح به عیسی مسیح دارن. Jesus hat Satan auf dem Kreuz besiegt, so dass er nur noch begrenzte Macht hat. عیسی مسیح با به صلیب کشیده شدن خودش روی صلیب که رفتش بر شیطان پیروز شد که در نتیجه شیطان نتونه قدرت داشته باشه بر ما انسان ها. Satan hat nur noch die Macht über uns, wenn wir sie ihm schenken. فقط و فقط زمانی شیطان بر ما قدرت پیدا میکنه که ما بهش این اجازه رو بدیم. Also wenn du dich nicht freiwillig vom Vater entfernst, vom Haus des Vaters, dann kannst du sicher sein, dass der brüllende Löwe aus 1. Petrus 5, Vers 8 dir überhaupt nichts antun kann und auch gar nicht zu dir sprechen kann. هر کدوم از شماها به صورت خواسته خودتون باشه که
نباشه که در واقع از خونه پدر بخواید دور بشید، از خداوند خودتون بخواید دور بشید، از خداوند خودتون بخواید دور بشید، از عیسی مسیح بخواید دور بشید، پس در نتیجه این انتظار هم نمیره که این شیر قرنده بخواد سراغ شما بیاد و شما رو اذیت بکنه. این شیر قرنده برمیگرده به نامه اول پتروس باب 5 آیه 8. Satan kann dir nicht Gedanken einflößen, während du mit deinem Vater im Himmel und deinem Bruder Jesus im Gebetsgespräch bist. Das ist unmöglich. Shaitan hiçgune nemitune به تو ورود پیدا بکنه یا چیزی رو به تو برسونه، آسیبی رو به تو برسونه وقتی که تو با خداوند در ارتباط هستی و با برادر خودت عیسی مسیح در ارتباط هستی و زندگی رو به اونها، به دست اونها سپردی. Wie kann ich Gottes Stimme hören war unser heutiges Thema. اینکه چگونه بتونیم صدای خداوند رو بشنویم موضوع امروز ما بود. Kurze Zusammenfassung. Wir haben zuerst gelernt, dass unser Gott ein redender Gott ist, der sich sehr gern mitteilt. ما در ابتدا فهمیدیم و خوندیم و یاد گرفتیم که خداوند خدای صحبت کننده هستش و با کمال میل دوست داره که با بنده هاش در ارتباط باشه. Entlang der ganzen Bibel redet er sehr viel und sehr oft, aber die biblischen Autoren sagen uns nicht immer wie genau. می‌بینیم که در سراسر انجیل اومده که خداوند با بندگان خودش صحبت میکنه، در ارتباط هستش، اما اینکه چگونه دقیق خداوند این راه ارتباطی رو برقرار میکنه همه جا و همه شکل گفته نشده. Gerade am Anfang des Christentums und heute besonders in den islamischen Ländern spricht Gott noch auf recht spektakuläre Art und Weise, bevorzugt durch Träume. توی به شکل خاص با مسیحیان نو ایمان یا در کشورهای اسلامی خداوند میشه گفت تنها راه یا بهترین راهی که داره ارتباط برقرار بکنه با بندگان خودش راه بصری هستش، حالا چه بشنون به صورت واضح یا فرشته ای رو ببینن یا تصویر رو ببینن. Wir haben dann auch noch gelernt, dass Gott heute meistens viel diskreter redet, aber dass wir mit Unterstützung der Gemeinde trotzdem zu großer Sicherheit kommen können. در ادامه یاد گرفتیم که خداوند امروز روز خیلی بی سر و صدا و بدون، شاید بهتر باشه بگیم که بدون قیل و قال با فرزندان خودش، با بندگان خودش صحبت میکنه و برای سنجیدن این سخن هم راهش وجود داره که تو بیاری این صحبت رو توی کلیسا و با مسیحیان با تجربه در میان بذاریش. Jetzt habe ich noch zum Schluss eine persönliche Ermutigung für dich. من در نهایت یک دلگرمی خاصی رو براتون دارم. Ich möchte dich einladen, viel öfters vor Gott in die Stille zu gehen und die Ohren ganz groß öffnen, denn er ist ein redender Gott. ازتون میخوام، شما رو دعوت میکنم به این که در سکوت مطلق با خدا صحبت بکنید و دعا بکنید و بعدش یک زمان سکوتی رو برای خودتون در نظر بگیرید، چرا که خداوند خدای شنونده‌ای هستش و گوشاتون رو تیز بکنید و باز بکنید تا خداوند بتونه کلام خودش رو بیان بکنه و شما بتونید صداش رو بشنوید. Und habe keine Angst dich zu verhören, denn du hast ja das prüfende Sicherheitsnetz anderer Geschwister in der Gemeinde, um Sicherheit zu bekommen. هیچ ترس نداشته باش از اینکه این چیزی که دریافت کردی، این چیزی که شنیدی، تفکرات یا ندای درونی تو باشه، چرا که این موقعیت رو داری همیشه این چیزی رو که دریافت کردی، این صحبتی رو که فکر میکنی صدای خداوند بوده رو با خواهر برادر خود در کلیسا در اشتراک به اشتراک بذاری و در جریان بذاریشون. Für mich persönlich gibt es kaum etwas aufregenderes als Gottes Reden heute zu hören. هیچ چیزی هیجان انگیزتر از این نیستش برای ریموند عزیز امروز روز که بتونه صدای خداوند رو به شکل شفاف و واضح بشنوه. Sehr oft redet er zu mir, wenn ich damit kämpfe, eine Predigt vorzubereiten. اکثرا خداوند با ریموند عزیز صحبت میکنه فقط زمانهایی که ایشون در جنگ هستش که ببینه چه موعظه‌ای رو باید برای ماها بتونه آماده بکنه و به چه شکلی اینا رو باید کنار هم قرار بده. Und ich habe in der letzten Zeit öfters erlebt, dass Gott circa um 4 Uhr morgens mir überraschende weitere Ideen geschenkt hat.
اکثرا توی این مدت که ریموند عزیز به شکل خیلی خاصی درگیر این موضوع بوده و برای ما موعظه هایی رو آماده می‌کرده، این گونه بوده که خداوند 4 صبح تفکرات و یا بهتر بگیم که ایده های جدید یا بهتری رو به ریموند عزیز میداده. Und das gibt mir dann sehr viel Freude. این باعث خوشحالی بی‌نهایت ریموند است. Und weißt du was? میدونی چیه؟ Ich wünsche dir ganz viel von dieser Art von Freude. من از این مدل خوشحالی رو برات خیلی آرزو میکنم. Amen. Amen. Ich hoffe, ihr habt Gottes Wirken gespürt, als ich euch diese Texte der Bibel vorgelesen habe. امیدوارم که تونسته باشید حس بکنید اون کاری رو که خداوند با بنده‌هاش انجام میده زمانی که من براتون این آیه ها رو از بیبل خوندم. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass es euch gut getan hat. امیدوارم که این رو بتونید فهمیده باشید که براتون چقدر خوبه و حالتون رو بهتر میتونه بکنه. Und ich hoffe, es hat euch Lust gegeben, jetzt intensiv in Gottes Gegenwart zu gehen. امیدوارم که این براتون این حوصله یا این شوق و ذوق رو ایجاد کرده باشه که بتونید نزد خداوند برید و دعا بکنید و باهاش صحبت بکنید. Wir können das jetzt mit einem weiteren Lied von Niloufar tatsächlich tun. ما میتونیم این رو با یک سرود پرستشی دیگه از نیلوفر بشنویم و انجامش بدیم. Wir wollen zusammen diesen großen fantastischen Gott zusammen loben. ما میخواییم که این خدای بزرگ و خارق‌العاده رو پرستش بکنیم و جلال ببخشیم اسمش رو. Was können wir dazu noch sagen? Amen. Wie können wir sagen? Begim. Amen. Ja, Gott ist wirklich groß und gut und es ist toll, dass er unser Vater ist und Jesus unser Bruder. خداوند بزرگه و این خیلی خوبه که خداوند پدر ما هستش و عیسی مسیح برادر ما. Es ist toll, einen Bruder zu haben, der gleichzeitig auch der große König ist. این بهترین و جالبترین چیز هستش که ما یک برادری داریم که همچنان پادشاه عالم هست. Ich möchte euch noch segnen für die kommende Woche. براتون طلب برکت میخوام بکنم برای هفته ای که پیش رو داریم. Und ihr dürft euer Gefäß bereit machen, um den Segen zu empfangen. اجازه دارید که سبداتون رو طبیعتاً آماده بکنید تا این برکت رو دریافت بکنید. Der Herr sei dir ganz, ganz nah in der kommenden Woche. خداوند خیلی خیلی به شما نزدیک باشه در این هفته پیش رو. Und der Herr schenke dir ganz offene Ohren. و خداوند به تو گوش‌های کاملاً بازی رو هدیه بده. So dass du am Tag und in der Nacht seine Stimme hören kannst.
تا با اون بتونی تمام روز و حتی در شب صدای خداوند رو بشنوی. Und du erlebst, wie wohltuend es ist, seine Stimme zu hören. و بتونی این رو تجربه بکنی که چقدر جذاب و خوشایند هست صدای خداوند رو شنیدن. Ich segne dich mit Gottes Kraft und mit Gottes Frieden. با نیرو و قدرت خداوند و با خوشنودی خداوند تو رو برکت میدم. Geh in diesem Frieden in dieser ganzen Woche. با این آرامش و خوشنودی به هفته جدید وارد شو. آمین. آمین. Es war schön, euch wieder dabei zu haben. باعث خوشحالی بود. خیلی قشنگ بودش که شما رو دوباره داشتیم. Habt noch einen weiteren schönen Sonntag oder ein anderer Tag, falls ihr die Predigt später hört. یک شنبه خیلی خوبی داشته باشید یا اگر که این ویدیو رو در روز دیگه ای از هفته میبینید همچنان روز خوبی داشته باشید. Und bis zum nächsten Mal. و تا دفعه بعدی خدافظ. من هم از جانب خودم براتون هفته خوبی رو آرزو میکنم و خدافظ. Tschüss. Wie sagt man Tschüss auf Persisch? خداحافظ. Okay. Ja, natürlich. خداحافظ.